فرمودین که در دو محل سخنرانی کردین که یکیش مدرسه السنه شرقی لندن بود، درباره چی صحبت کردین؟ در مدرسه السنه لندن در باب چگونگی تأثیر شخصیت شاه بر انقلاب ایران صحبت کردم که در واقع بخشی از کتاب شاه میشد. اتفاقا در مورد کتاب شاه هم توضیحی بدم، ناشر بالاخره تصمیم گرفت که در یک جلد درش بیاره و بنده هم تعهد کردم که دو جلد کامل رو تا کریسمس تقدیم اونها بکنم. اونها هم قول دادن که در اولین فرصت کتاب رو به بازار بیارن. البته من زودتر از این که اونا به بازار بیارن فارسیش رو خودم حتما به بازار خواهم آورد. به هر حال موضوع صحبت من کاراکتر شاه بود و تأثیرش در انقلاب، و با این بحث رو کردم که به هر حال در تاریخ و در جامعه شناسی این بحث که آیا باید از منظر فردی تاریخ رو نگاه کرد، آیا فرد نقش در تاریخ داره یا نه، شروع کردم که خب این بحث یه دی رو معتقد کرده که قهرمانان هستن مردان یا زنان بزرگ تاریخ هستن که تاریخ رو رقم میزنن، و یه دی هم که معتقدن مردان و زنان بزرگ تاریخ خود محصول لحظه تاریخی هستن. اگر اونها نبودن تاریخ کسی دیگری رو پدید می آورد و شاید با اندکی تفاوت، شاید با جزئیاتی متفاوت، ولی اون لحظه یک نوع شخصیتی رو می طلبید. تصور من این است که یک ترکیبی از هر دوی این است در واقع، یعنی هم فرد در تاریخ نقش داره، خصوصیات فردی، هم شرایط تاریخی اقتضای خاص خودشون رو داره. و وقتی به شخصیت شاه نگاه میکنیم میبینیم که واقعا برخی خصوصیاتش نقش به گمان من تعیین کننده ای در انقلاب داشت، و من در مورد بعضی از این شخصیت ها خصوصیت شخصیتی صحبت کردم، و مرادم از خصوصیات شخصیتی خصوصیاتی بود که مربوط به چند ماه آخر سلطنت شاه نمیشد، چون میدونیم که در این چند سال آخر شاه به لحاظ بیماری که داشت، به لحاظ کیموتراپی، یه خصوصیات خاصی از خودش نشون میداد، یا دقیق تر بگیم برخی از خصوصیاتی که موجود درش بود به شکل مشددهی متجلی میشد. یعنی مثلا عرض بکنم شاه در تمام عمرش کمخوابی داشت، بدخوابی داشت، این در دوران آخر کار خیلی تشدید شد، هم اضطراب شرایط خارج بود، هم این بیماری بود، هم این دواهایی که برای کیموتراپی میخورد یکی از خصوصیاتش ایجاد اضطراب به کمخوابی و بدخوابی شاه دامن میزد. ولی اگر خصوصیات کلی شاه رو نگاه گمان من چند خصوصیتش هست که نقش بسیار مهمی در میسر کردن انقلاب بازی کرد. به گمان من یکی از عجیب‌ترین خصوصیات شاه این واقعیتی که او رغبت زیادی به شاه بودن نداشت. 37 سال سلطنت کرد ولی به نوعی شاه بی‌رغبت، این معنا که پدرش مثلا رضا خان که شد رضا شاه با تمام وجود سلطنت رو و قدرت رو میخواست و میخواست که عامل این تد باشه، با یک اطمینان به نفس گفتنگیزی خب رفت قدرت رو گرفت، کمک هم شد بهش، کمک هم داشت بدون شک از سزیابی گری تا لیسا، ولی خودش راغب به این کار بود. راه به نظر من اساساً رغبتی به این کار نداشت، به محض اینکه شرایط بحرانی پدید آمد، به محض اینکه فشار اجتماعی زیاد میشد، واپس اول شاه خروج از مملکت وقتی که به آمریکا هم و با کندی دیدار کنه، در این نشنال پرس کلاب یه
یه سخنرانی خیلی جالبی کرد و در اون سخنرانی یه کسی در مورد اینکه آیا شما میل به این کار دارید یا نه جواب میکنه، شاید جواب میده که این پادشاه بودن اونقدر هم که شما ها فکر میکنید کار جالبی نیست، کار خوبی نیست، درد سر فقط، و اگر به من فشار بیارن، خطاب در واقع به کندی ها مثلا بهش فشار میاوردن و اگر به من فشار بیارن من خیلی ترجیح میدم که این کار رو نکنم. بین 41 یعنی زمانی که پدرش مجبور به استعفا و خروج از ایران شد تا 25 مرداد خود شاه از ایران رفت، حداقل 6 مورد دیگه من پیدا کردم که شاه یا در آستانه رفتن بود یا تهدید به رفتن میکنه. مثال میزنم 1949 شاه میخواد قانون اساسی رو عوض کنه، قدرت انحلال مجلس رو پیدا بکنه، معتقده که بدون این نمیتونه سلطنت. هم سفارت انگلیس هم سفارت آمریکا با این کار مخالفن. شاه رسما به سفیر آمریکا و به سفیر انگلیس میگه اگه نظرتون رو عوض نکنید شما اگر رد کار من بشید من میذارم میرم. بعدم به مجلس پیغام میفرسته که من به شما 2 ماه یا 3 ماه الان یادم نیست فرصت دیدم که این لایحه رو سعی کنید تصویب بکنید، وگرنه من میذارم میرم استعفا میدم. این به عنوان یکی از این موارد عدیده است، یعنی رقبتی با موندن در سر کار تضاد نداره. در این حال هم وقتی که در قدر قدرتی بود شاه خیلی هم از حکومت از موقعیت خودش لذت، ولی به محض اینکه جنبه تنش و فشار میامد گرایشش به خروج و فرار از مرکز بود. یک جنبه دیگه شخصیت شاه باورش به تئوری توطئه بود. من گمان میکنم که یکی از دلایل پیروزی انقلاب باور شاه دوری توته بود، به این معنا که بیش از حد به انگلیس و آمریکا و روسیه قدرت قائل بود براشون و فکر نمی کرد که مردم ایران توانایی این تظاهراتی داشته باشند. شما اگر تاریخ 2 سال آخر حکومت شاه رو نگاه بکنید، یعنی در واقع از زمان برکنار کردن اویدا روز آخر، تقریبا در هر موردی شاه تصمیم غلط کابینه، مثلا آشتی ملی میخواد بیاره شریف مامی رو میاره، حکومت نظامی میخواد بیاره که بترسه از آری رو میاره و موارد دیگه. وقتی که علی امینی و انتظام و اینا میخوان بیان به طرف شاه و یا آشتی ایجاد کنن، شاه قبول نمیکنه. یه سال و نیم 2 سال بعد از حالت ضعف و استیصال ازشون میخواد بیان. خب این سری اشتباهات که واقعا شگفت انگیزن، یعنی یکی پس دیگری باید پرسید که چرا صورت 37 سال در کار بود، دشمنان مختلفی داشت، کسانی که جاش میخواستن بگیرن گفتم از قبل رزمان ها بگیرید تا دیگران، برنی میخواست کودتا بکنه، بختیار میخواست کودتا بکنه، همه اینا رو یه جوری لحاظ سیاسی از بینشون برد یا از لحاظ فیزیکی از بینشون برد. پس قابل بود. چرا این همه اشتباه کرد؟ من فکر میکنم دلیلش این بود که به توری توطئه باور داشت و فکر کرد که ریشه این انقلاب در داخل ایران نیست، در خارج ایرانه. به همین خاطر هر پیشنهادی که بهش میشد در جهت یا حل این مسئله با مردم یا مقابله با آمریکا و انگلیس شاه رد می‌کرد. وقتی که بهش میگن آقا بیا سفارت آمریکا و انگلیس رو ببند، وقتی که بهش میگن بیا هویزه رو بازداشت کن از ایران بیرون کن، حداقل بدون اجازه شما اومدی تو مملکت، زاهدی بهش میگه، ازشون زاهدی بهش میگه، سفارت بستن سفارت رو چندین نفر مختلف بهش میگن، ارتش میگه که نیروی هوایی بهش پیشنهاد میکنن که ما میریم دکل بی بی سی رو که انتقال در واقع رله استیشنشونه در یمن میزنیم
بدون این که ایشکی بفهمه اینا مدت ها طول میکشه تا بی بی سی رو دوباره را بندازن. همه اینا رو رد برای اینکه گمان اصلیش این بود که این مسئله رو آمریکا و انگلیس دارن تحریک کنن و روسا دارن آمریکا و انگلیس رو گول زدن و تحت لوای یک حرکت دموکراتیک یا مذهبی کمونیستای روسیه دارن سعی میکنن قدرت رو در ایران در دست